تو هفته که گذشت معاون سازمان سنجش گفت ممکنه اینترنت کل مملکت و زندگی 80 خورده میلیون ایرانی رو در 29 و 30 دی با اختلال مواجه کنیم و کلا قطعش کنیم. این اصلا کار نداریم، مردم زندگی میکنن، ما قطع میکنیم. به هر حال تقلب نباید بشه دیگه. ببین شما چقدر آموزش در این کشور اهمیت داره. وزیر ارتباطات و وزارت ارتباطات دوتایی با هم مکلف شدن هرچی وی پی ان هست و پیدا کنن از کار بندازن. اصلا کمر همت بستن که کلا شما نتونی به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشی. چون واسهتون میگه که کلا موبایل فروشا غلاف کردن، گوشی نمیفروشن چون میترسن 1 میلیون 2 میلیون لالوها ضرر بکنن و متاسفانه متحمل ورشکستگی بشن. و نمایشگاه CES را افتاده، BMW یه ماشین معرفی میکنه در همین حین که ما دنبال اینترنتیم که رنگ عوض میکنه. به هر حال دنیا داره کارشو میکنه، ما اینجا داریم کارمونو میکنیم. و آیفون SE هم مرد. بریم وارد تک تاکش. سلام، من کوروشم. این هفتمین قسمت از فصل سوم تک تاک خیلی زود داره میگذره این روزا. یعنی فصل سوم انگار همین دیروز بود شروع کردیم، الان داریم شروع میکنیم. ولی یعنی الان داریم تمومش میکنیم. یعنی 3 قسمت دیگه فصل سوم تموم شده و رفتیم فصل چهارم. یعنی عین چیزه، عین واکینگ دد همینجوری میاد. یعنی مثلا من 5 سالم بود واکینگ دد میومد، الانم داره میاد. حالا کار ندارم. اخبار گل و بلبل، مملکت رنگارنگ، رنگین کمانی، اصلا مشت، توپ، همه اخبار زیبا. هرس تاک باید بذاریم اسم این تک تاک. واقعا از بس که من هرس به خدا قسم هر روز بعد از ضبط این تک تاک من پیر میشم، از بس که اخبار قشنگ من میخونم اینجا. واقعا باورم نمیشه. لا اله الا الله. بریم وارد اخبار داخلیش. اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفته که فروش موبایل به علت ترس از دست دادن سرمایه متوقف شده. یعنی موبایل که یه چیز کاملا عادیه در 198 کشور دیگه دنیا به جز ایران، حالا هر چند تا کشوری که من یه بار توی تک تاکی درآوردم شما بگو 200 کشور 199 تایی دیگه، یه چیز کاملا عادی، یعنی مصرفی، شما اینو میخری، استفاده میکنی، باتریش خراب میشه میندازی دور، یکی دیگه میخری با هر درآمد، با هر قشری که هستی. اینجا یه سرمایه است و فروش موبایل به علت ترس از دست دادن سرمایه متوقف شده. چرا؟ کی گفته اینو؟ رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه شیراز هم تایید کرده این حرفو. گفته که نه خریداران توانایی خرید دارن و نه فروشندگان قصد فروش. یک، افزایش نرخ دلار و ارز باعث شده تا فروش گوشی تلفن همراه در بازار تهران متوقف شود و مثلا مغازه‌دارا بترسن مثلا یه میلیون گرونتر بفروشن یا 1 میلیون ارزونتر بفروشن. این داستانا مثلا آیفون 13 پرو مکس نسخه 256 گیگابایتیش از 56 میلیون تومان به 85 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و فکر کنم نسخه 1 ترابایتش 100 رد کرد، یه مثلا میگن 100 تاچ کرد، 100 رد کرد و رفت دیگه. و اصلا آیفون 100 میلیون، سازمان سنجش میگه که وزارت ارتباطات در اجرای قطع اینترنت برای کنکور اختیار کامل دارد. آقای پورعباس، یعنی آقایی که اینجا دارید مشاهدهش میکنید، گفته که ما خواهان قطع کامل اینترنت برای کنکور نیستیم، ولی میخوایم مثلا ارسال و دریافت عکس روی اینترنت همراه واسه 3 ساعت محدود شه. یعنی تو اون 3 ساعت کسب و کارا به درک. اصلا کسب و کار غلط میکنه تو اون 3 ساعت عکس بفرست. اصلا فاکتور میخوای واسه مشتری بفرستی، نفرست. یا شب قبلش بفرستی یا مثلا 3 ساعت بعدش بفرست. آخرین حل آقای پور عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش ایران میگه آخرین حلقه امنیت و حفاظت آزمون ما بحث اینترنته. قطع سراسری نقطه ارتباطات اینترنتی مطرح شده. درخواست ما به دبیرخانه شورای امنیت کشور یا همون شاک
رفته و اگه تصویب شه ابلاغ میشه، نحوه اجراش هم دست وزارت ارتباطات و هر جور دوست داره مثلا چیز بکنه. ما نمیخوایم به طور مطلق اینترنت قطع شود. حالا این آقا اینو گفته. بعد جونم واسط میگه که یه ذره جلوتر اینجا ما داریم ادعای معاون سازمان سنجش که میگه 29 و 30 دی اینترنت در کل کشور قطع میشود. این آقا میگه که ما سال گذشته اینترنت رو قطع کردیم. نقطه جواب نمیده. پارسال قطع نقطه‌ای در بعضی نقاط انجام شد و آنتن‌های دیگر آنتن گرفته بودن. یعنی مثلا یارو گوشی جیر داده خودشو آنتن سه تا کوچه اونورتر گرفته و تونستن تقلب بکنن. لو هم رفته امتحانا و همه اصلا سر امتحان گوشی برده. بابا من نمیدونم، ماشاءالله این جوون مونا خوب میبرن گوشی ها. حالا من نمیدونم چرا باید اینترنت کل کشور قطع بشه آخه؟ به درخ خب بابا سیستم آموزشی تو یه جوری چیز کن که با حفظیات یارو نره وارد دانشگاه بشه. به خدا من رتبه 3 ارشد کنکور ارشد بودم. 3 ارشد، 3 کنکور 3 ارشد دانشگاه تربیت مدرس دولتی. رتبه 3 زبان تخصصی 99 درصد زدم، 97 درصد یه دونه نظریه داشتم. نمیدونم چرا. درس تخصصی خودم 70 درصد زدم، اولین تو کل کشور شدم. درسو درست خوندم ولی ریاضی مهندسی 0، سیالات 0. یه درس دیگه هم فکرم داشتیم اونم 0. با دو تا دونه در ما زمین شناسی هم 3.7 هم درس مهندسی معدن خوندم. خب دیگه حفظی ها رو بلد نبودم، یاد گرفتن یا رو بلد بودم، رفتم امتحان دادم رتبه 3. حالا اینجا میان هی میخونه از یارو از پنجم دبستان شروع میکنه واسه کنکور حفظ کردن. این فرموله میشه این، بابا یاد بگیر تمومش کن دیگه. سیستم آموزشی مشکل داره، اینترنت هم میزنن. به خدا من باید راهکار بدم به اینا. لا اله. یکی از نمایندگان مجلس آقای سعیدی فرمودن اگر استفاده از فیلتر شکن جرم انگاری شود، مسئولان باید در اولویت برخورد قرار بگیرن، که من به نظرم حرف درستیه. مثال شما توییتر رو وا میکنی میبینی آدمای عادی دسترسی ندارن. مثلا من یکی رفیقام هست، یارو 2 سال دیگه نتونسته تو توییتر بیاد. یه مسئول روز به روز داره توییتر. الان لباسامو درآوردم، الان شلوار تو خونه رو پام کردم، هر سری هم راجع به وی پی ان یه نظری باید بده. خب تو با چی اومدی اون تو؟ لا اله الا الله. این آقا هم همونو داره میگه، میگه اگر استفاده از وی پی ان و فیلتر شکن جرمه، کاربران رو باید مجازات بکنی. خب اون مسئول چی؟ 260 بیش از 260 مقام رسمی و از اعضای هیئت دولت گرفته تا مجلس، شورای شهر، تهران، همه اینا تو توییتر فعالن. اینجا بحث اینترنت طبقاتی میشه دوستان. اینترنت طبقاتی در به صورت خلاصه توی لپ کلام اینجوریه که شهروند عادی اصلا غلط میکنه به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشه. همینی که هست، همین با جون کندن شما مثلا وصل میشی به جایی، حالا اینم ممکن از اینم بدتر شه، مثلا همین داخلی آپی پول جابجا کنی، یه بانکی، یه اسنپی بگیری، یه تپسی بگیری، نمیدونم یه 4 تا پیام تو پیام‌رسان داخلی تو مکعب رنگیه با بدبختی مثلا با دیگه با بیچارگی دیگه هیچ کار نمی‌کنه، مثلا اونم جرئت نداری عکس بفرستی، مثلا همینجوری مثلا یه پیام چیزی میدی داش به دم در مثلا فلان. این مسخره بازیه. اونه یه گوگلی حالا مثلا با سیف سرچ آن سرچ می‌کنی، جیمیلی فلانی. این میشه اینترنت آدمای عادی. یه ذره میایم بالاتر میرسیم به صحبت آقای زارپور وزیر ارتباطات. میگه که ما اصلا چیزی به اسم طبقاتی نداریم، حالا همینی که الان هست، ولی میگه که تا پایان دیما یه سرویس با کیفیت تر، بهتر، مناسب تر برای برنامه‌نویسا و کاربرای حرفه‌ای معرفی میکنیم. خب وقتی مثلا یکی کاربره مثلا بغل دستی من یه کاربر عادیه، من یه کاربر حرفه‌ای ام، اینورم یه کاربر حرفه‌ای تر از منه، اون یه وبسایتای رو باز میکنه که من نمیتونم، من این چیزا رو باز میکنم که این نمیتونه، این بدبختم همون چیزی چرت و پرتی که الان بهتون گفتم فقط دسترسی داره. خب اگه این طبقاتی نیست اسمش چیه؟ توجیهشون هم اینه که این بدبختا به خاطر اینکه مثلا نمیتونن به یه سری وبسایتایی که تحریما دسترسی داشته باشن و ما از طریق وی پی ان اینا رو دسترسی داشته باشیم، مثلا اینجوری میکنیم. برای ما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم.
نصر تهران، نظام صنفی رایانه‌ای، اینترنت طبقاتی رو ذره قبول نداریم. میگه که اصلا کلان بازگشت به دوران پیش از شهریور ماه درخواست حداقلی صفر، یعنی حکایت دلار گرون شدنت خانم تاجیان. دلار از مثلا 28 میشه 45، بعد 45 میشه 40، میشه دلار ارزون شد. کسی یادش نمیاد که این 28 تومن بوده. کسی یادش نمیاد این دلار مثلا یه زمانی 700 تا تک تومن، من یادم میاد مثلا 600 تومن بود، 500 تومن بود دلار. شما حالا مثلا به واسطه سنت که 5 6 برابر منه احتمال نه ولی واقعا همینه. من بنزین 60 تومنی یادمه شد 80 شد 100 شد مثلا 120 200، بعد مثلا 200 میشد 150 ارزون شده. اصلا ملت واقعا عجیب غریبن. یارو میگه من دوست دارم برگره به شهریور ماه، یعنی همون محدودیت ها باشه، فقط وی پی ان هم کار کنه. میگه که توی این مدت بحرانی برخی از شرکت‌ها در برقراری ارتباطات با مخاطبانشان در خارج از کشور مسئله داشتن، یا مثلا وزیر ارتباطات موظفه به صورت موقتی مشکل حل بکنه. بابا چرا باید موقتی مشکل حل بکنی آخه؟ یعنی چی؟ واقعا باورم نمیشه. وزیر ارتباطات مکلف شده به شناسایی و از حالا از وزارت ارتباطات به شناسایی و از دسترس خارج کردن فیلتر شکن ها توسط قوه قضاییه. گفته که قوه قضاییه باید فیلتر به طور مستمر نرم افزارهای فیلتر شکن رو شناسایی و از دسترس خارج کنه، متخلفین رو به دستگاه قضایی معرفی بکنه. حالا شما اگر در توزیع، فروش یا تولید یا انتشار وی پی ان دسترسی دست داشته باشی، از 91 روز تا یک سال حبس میکننت که خدا میدونه چه خبره، بعد از 500 هزار تومان تا 2 میلیون هم جریمت میکنن یا هر جفتش. یعنی اگر شما پدر بزرگت مثلا یعنی شما مسئول پخش وی پی ان تو فامیلی، مجرمی به همین سادگی. تو بابا بزرگت مثلا خواهد با اون یکی نوش که مثلا خارجه تو واتساپ یه حرفی بزنه، یه قوری بزنه سرش که مثلا تو چرا حال من رو نمیگی، نمیپرسی، حال من نمیگی، چرا مثلا نمیدونی تو صورتم. بعد وی پی ان میخواد دیگه، مثلا شما برای این وی پی ان پخش کن، شما مجرمی چون پخش کردی وی پی ان. به این مورد اخبار خارجی شد. خب اخبار خارجی رو با این خبر غم انگیز شروع میکنم که انتشار آپدیت های امنیتی برای ویندوز 7 و 7.8.1 از 21 دی ماه تقریبا متوقف میشه. شما میتونی استفاده بکنی ولی دیگه امنیتش رو نه مایکروسافت تضمین میکنه نه اون مسئول آی تی بدبخت شرکت شما که اصرار داری از ویندوز 7 استفاده بکنی. گوگل هم گفته بود که دیگه کلا پشتیبانی از ویندوز 7.8.1 برای مرورگر کروم متوقف میکنه و اینا کلا 100 میلیونن کلا از ویندوز 7 دارن استفاده میکنن که دیگه یواش یواش دیگه باید بیاین برید سراغ ویندوزهای 10 و 11 و اینجور چیزا دیگه. بس دیگه، یارو از 2009 داره ویندوز 7 رو پشتیبانی میکنه دیگه، الان دیگه واقعا دیگه بس دیگه. سونی با همکاری هوندا یه شرکتی دارن به اسم سونی هوندا موبیلیتی که اولین خودروی برقیشون رو تو نمایشگاه CES 2023 رونمایی کردن به اسم آفیلا. این ماشین خیلی باحاله، این همون یه جورایی میشه نسل جدید اون ماشین سونی که تو CES 2 سال پیش رونمایی کرد و ملت پشمشون ریخت. آفیلا کلا 45 دوربین و سنسور داره و یه مدیا بار هم جلو پنجرهش داره که خیلی جالبه. ببینم عکسشو اینجا، آها اینه، این مدیا بار است. مود شما رو نشون میده، مود ماشینتون رو به اینه. نه این چرت و پرتایی که ماشینای برقی دارن و خیلی جالبه. این ماشینه موتور آنریل اپیک گیمز داره، یه موتور بازی گرافیکی سه‌بعدیه که نه تنها برای سرگرمی برای ارتباطات و نمیدونم ویژگی‌های امنیتی هم کاربرد داره. بعد قابلیت خودران سطح 3 هم داره، یعنی مثلا شما باید حواست باشه ولی مثلا تسلا نیست بندازی بخوابی مثلا بری. ولی خب جالبه. راجع به مشخصات فنیش اطلاعاتی در دسترس نیست، راجع به قیمتش هم همینطور، ولی بهار 4 سال دیگه یعنی 2003 سال دیگه 2026 به دست کاربرای آمریکای شمالی میرسه. واتساپ با آره الان که دیگه خیلی فیلتر شده اسمشو میگم، گناه داره بذار ملت بدونن چی رو دارن از دست میدن.
آقای ویل کاتکارت مدیر عامل واتساپ مشخصا به عدم دسترسی میلیون ها کاربر ایرانی تو توییترش اشاره کرد و گفتش که به همین دلیل ما قابلیت پروکسی رو به واتساپ اضافه میکنیم و اصلا فارسی مراحلش. این خیلی جالبه، یعنی کاربرای دیگه دنیا مدیون فیلترینگ ما هن که این پروکسی اضافه شده و شما میتونید پراکسی رو تنظیم بکنید. منتها هنوز منبع یا مرجع مشخصی واسه پراکسی مشخص نشده، ولی منم تست نکردم حقیقتا. اگر از تست کردن استفاده کردین بگین بچه‌ها یاد بگیرن. خیلی جالبه که دیگه وی پی ان که جواب نمیدید، ما میریم تو کار پراکسی، کاری که تلگرام سالها داره میکنه. کوالکام تو یه حرکت خیلی سوپر از اسنپ دراگون ساتلایت برای اندروید رونمایی کرد که یه سرویسی دقیقاً مشابه سرویس آیفون 14 که به شما اجازه میده تو شرایط اضطراری برای انتقال پیام متنی از ماهواره ها استفاده بکنید و از مرگ شما رو به نوعی نجات میده. حالا مشکل جالب اینجاست که این سرویس اسنپ دراگون ساتلایت دقیقاً رفته با شرکت ایریدیوم که رقیب گلوبال استاره که آیفون ازش استفاده میکنه همکاری کرده و گوشی هایی که اسنپ دراگون 8 نسل 2 دارن میتونن از این قابلیت استفاده بکنن. جالبه که کوالکام میگه که فقط برای سرویس برای مواقع اضطراری کاربرد نداره و تو مناطق دورافتاده مثل روستاها، ساحل های دورافتاده که حالا آنتن ها اینا وجود ندارن شما میتونی استفاده کنی ازش و لذتشو ببری. خیلی جالبه، یعنی از این بعد شما پرچمدارای نسل بعدتون احتمالاً با ارتباطات ماهواره‌ای مجهز خواهند شد و شاید اونا هم رجیستر نشن. اینو حالا زیر سیبیلی بشنوید از من که حدس منه. خیلی جالبه، ولی خب اگر این الان اینجوری با سرعت داره میره جلو احتمالاً در آینده این قضیه خیلی فراگیرتر هم میشه و از پرچمدارا میاد تو میاندا، میاندا میاد تو اقتصادی و ما برمیگردیم به 11-0 که اونم ممکنه یه روزی به ارتباطات ماهواره‌ای منجر بشه و برمیگردیم به دود. سرخپوستی بی ام و هر سال میاد یه بی ام و رنگی معرفی میکنه. این سری نوبت به بی ام و سری 3 کانسپت آی ویژن دیه که بدنش 32 رنگ، قابلیت 32 رنگ رو داره و خیلی جالبه واقعا. در دورانی که ما در بدر یه وی پی ان و یه اینترنت آزادیم، رنگ ماشینتون میتونی عوض کنی تو لحظه. خیلی جالبه، خیلی خوشگله و خیلی گوگلیه، انگار مثلا تو اسکچ های اولیه ورش داشتی. و اینجوری کار میکنه که یه سری کپسول های رنگی داره، یه جورایی شبیه نمایشگره ای اینکه که میتونی رنگ‌های مختلف بدن رو انتخاب بکنی. 32 تا رنگ هم داره و خیلی هم جالب عوض میشه همه اینا. توش هم شبیه بیرونشه، حالا من به شما دارم نشون میدم توش، بیرونش خیلی بامزه تره ولی خیلی چیز جالبیه، من خیلی حال میکنم باش. بعد هیچ پسی بلندی هم نداره، یعنی دوربرش کلا نمایشگره، اینجوری بذاریم به شما بگم. میلیون ها میکرو کپسول خیلی ریز داره که میتونه رنگا رو عوض بکنه. این چیز همون شبیه نمایشگره این که دقیقاً با کمپانی این که هم همکاری کرده. داخلش هم اینجوریه، یه اسلایدر داره اینجا که شما میتونی حالت های 5 حالت رانندگی مثلا هداب دیسپلی اینا رو اینجا داری میبینی انتخاب بکنی و دو تا صفحه لمسی هم تو غربیلکش داره که اصلا کلا انقدر با وربری با این ممکن تصادف بکنی، ولی خب چیز جالبیه، خوشگلم هست، من واقعا دوستش دارم. اخبار اندروید ما یه دونه گوشی بیشتر نداره، تینک فون که لنوو موتورولا اون تینک پدا هست، لپتاپ های تینک پد ترکیبی شدن با هم. تینک فون اسنپ دراگون 8 نسل 1 داره، 8 پلاس نسل 1، نمایشگر اولد 6.6 اینچی با رفرش ریت 144 هرتزی و فول اچ دی پلاس، رم 8/12، حافظه داخلی 128/512، دوربینا 1.50، 1.13، 1.2، قابلیت شارژ سیمی 68 واتی، دکمه قرمز معروف تینک بوکا و تینک پدا برای شخصی سازی و کارهای مختلف و رابط نرم افزاری تینک تو تینک که اجازه میده به شما این تینک فونه رو با تینک پدا یا تینک بوکا خیلی راحت سینک بکنید و
فایل و تصاویر و متن و اینا رو به سادگی بینشون جابجا بکنید. اندروید تموم شد میره سراغ اپل. مینگچیکو اون افشاگر معروف اپل که 99% حرفاش معمولا با واقعیت به واقعیت تبدیل میشه، میگه که کلن آیفون اس ای نسل 4 مالید تمام. چرا؟ چون قرار بود از چیپای مودمای 5G خود ساخت اپل توش استفاده بشه و تست بکنن شرایطشو که بعدا تو پرچم دارا هم بیان ازش استفاده بکنن، اما انقدر مودمای 5G ظاهرا مزخرف بودن که کلن کنسل شده این قضیه و تصمیم گرفتن کلن توسعه آیفون اس ای 4 هم ببندن به درخت و دیگه هم ازش استفاده نکنن. در نتیجه احتمالاً دیگه باید با آیفون اس ای هم خداحافظی بکنیم. دو تا آپشن داشت، یا یکی اینکه آیفون اس ای جدید نسل 4 شبیه آیفون 10R بشه، یک شبیه آیفون مینی، که این دو تا گزینه متاسفانه از بین رفت، حداقل با توجه به چیزایی که آقای مینگچیکو میگه. اینم اخبار خارجی. در رابطه با نمایشگاه CES و خیلی سیل عظیمی از گجت‌ها و لپتاپ‌ها و سخت افزارها و نرم افزارهایی که معرفی شده، کسرا و امیرحسین هر کدوم یه ویدیو جدا دارن که کسرا راجع به گجت‌ها صحبت می‌کنه، امیرحسین راجع به سخت افزار صحبت می‌کنه، که می‌تونید فردا و پس فردا این ویدیوها رو ببینید. درچه من خیلی راجع به بزرگترین رویداد تکنولوژی دنیا در لاس وگاس شهر گناه صحبتی ندارم. بریم اپلیکیشن هفته رو معرفی کنم. اپلیکیشن این هفته در واقع یه وبسایته. یه وبسایتی هم هست که احتمالاً خیلیاتون شنیدید، خیلیاتون هم شاید نشنیده باشین که اصلاً هیچ وقت بهش یه شانس ندیدین که بتونید مثلا ازش استفاده بکنید. اسمش ساوند کلاوده. ساوند کلاود یه سرویس استریم موسیقیه. منتها با اسپاتیفای و اپل میوزیک یا مثلا با آمازون میوزیک و پاندورا و آیهت رادیو اینا یه ذره فرق داره. فرقش هم اینه که موسیقیایی که تو ساوند کلاود هست عموماً مال افرادیه که یا موزیسین هایی که ناشر درست حسابی ندارن و حالا تو خونه شون حالا مثلا این ور اون ور مثلا موسیقی ضبط میکنن و چیزش میکنن و میکس و مسترش میکنن و این کارا. و عمده این ریمیکس های خفنی که تو کافه ها میشنوین، مثلا ریمیکس دیپ هاوس و اینجور چیزها هست، همه تو ساوند کلاود میاد بیرون. خیلی جالبه که بدونید، شاید حالا مثلا ندونید یا شاید هم بدونید، جالبه بدونید هالزی اون دختره خواننده خوبه توی ساوند کلاود کاور میخوند و حالا به هزینه خودش میرفت یه سری موسیقی ها رو درست میکرد و میخوند، هزینه کاملا شخصی و اصلا اونجا معروف شد و از اونجا واسه خودش کنسرت گذاشت، خودش رو معروف کرد رسما و بعدا حالا ناشرا اومدن سراغش. همه اینا تو ساوند کلاود اتفاق میفته، تا جایی که من میدونم هنوز فیلتر نیست و خیلی چیز جالبیه. اگر 1% رفتین تو این وبسایت و دنبال موسیقی دیپ هاوس رفتین، من یک نفر به شما معرفی میکنم، اسمش نایجل استیتلیه، یک دیجی مجارستانیه که یه سری ویدیو داره، سری موسیقی داره، ریمیکس های یک ساعته به اسم دیپ کافه، از ولوم 1 شروع میشه تا ولوم 40 خورده ای، در 7-8 سال 10 سال داره اینا رو میده و بی نظیره. واقعا یکی از بی نظیرترین ریمیکس های جهان داره، مثلا تو سبک دیپ هاوس خوراک خیلی کاراست، هر کاری که فکر میکنید حتما بهش سر بزنید. نایجل استیتلی رو واقعا رفیقم نیست، هیچ پولی هم ازش نگرفتم ولی خیلی دوستش دارم. امیر خرمنژاد هم اونجا هست، اونم میتونید مثلا بعدش برید یه سری مثلا یه لایکی فالو یه چیزی بزنید دلش نشکنه. بریم خداحافظی کنم باهات. خب قسمت هفتم تک تاک این هفته تموم شد. طبق رسم هر هفته من یه چیزی رو میگم، حالا دست خودتونه. اینترنت آزاد حق شماست، اینترنت طبقاتی حق شما نیست. اگرم به شما پیشنهاد دادن، وجدان میگه استفاده نکنید، چون محدودتر میکنه دسترسی رو برای افرادی که به قول آقایون حرفه‌ای‌تر نیستن. حالا من وظیفه انسانی بود اینو به خود شما بگم، من خودم شخصا عمرن استفاده بکنم این خط این نشون میبینید دیگه، اگه استفاده کنم متوجه میشید دیگه، با هر طریقی هست همینجوری سر میکنیم تا ببینیم انشالله بهتر بشه. اگر عمری باقی بود هفته بعد قسمت هشتم واسهتون اجرا میکنم، اگر تونستیم آپلودش بکنیم مثلا همین هفته رو که این حرفو بشنوید. و مواظب خودتون باشید تا هفته بعد و هرستاک بعدی. بله.